به همت دفتر آیت الله شیرازی مدزلالعالی در ولایت بامیان افغانستان و با همکاری مؤسسه امام هادی علیه السلام شورای عالی قرآنی بامیان طی مراسمی افتتاح شد به گزارش شیعه ویوز این مراسم که با حضور رئیس شورای علمای بامیان نمایندگان دفتر مراجع ازام تقلید علما و اساتید دانشگاه ها همراه بود با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و پس از آن حجت رسان و المسلمین قاری ناصری مسئول شورای قرآنی بامیان برنامه ها و اهداف این شورا را برای هزار تبیین کرد. در ادامه این مراسم استاد کوهی و رئیس دانشکده شرعیات دانشگاه بامیان ضمن تقدیر و تشکر از دفتر مرجعیت به خاطر تأسیس این نهاد قرآنی طی سخنانی به گذر تاریخی قرآن مجید پرداخت و درباره قرائت‌های مختلف و شکل نزول قرآن کریم توضیحاتی را ارائه کرد حجت اسلام و المسلمین فاضلی از مسئولین دفتر آیت الله العظما سید علی سیستانی مدظله نیز از حاضران در این مراسم بود که طی سخنانی ضمن اظهار خوشحالی از تأسیس شورای عالی قرآنی بر اهمیت وجود این نهاد قرآنی تاکید کرد همچنین در ادامه این مراسم محجت سام و المسلمین رزوانی به نمایندگی از دفتر مرجعیت شیعه به ایراد سخن پرداخت و ضمن خوش آمدگویی به شرکت کنندگان تأسیس شورای قرآنی را برای مردم بامیان یک ضرورت دانست. در پایان این مراسم نیز حجت الاسلام والمسلمین احمدی رئیس شورای علمای بامیان طی سخنانی از مرجعیت شیعه آیت الله شیرازی به خاطر اهتمام معظم الله بر ایجاد این نهاد قرآنی در ولایت بامیان تشکر و قدردانی کرد